ما چگونه از نماز خود لذت ببریم؟ چگونه در نماز خشوع بیاید؟ چگونه محبت نماز در قلبهای ما بیاید؟ چگونه خواندن نماز بر ما آسان شود؟ سه چیز وجود دارد و سه وسیله و سه دوا که ما را به خشوع میرساند، ما را به لذت نماز میرساند. و والله العظيم اگر به خشوع رسیدیم در نماز، اگر به لذت رسیدیم در نماز، اگر احساس شیرینی کردیم در نماز، تمام مشکلات حل می شود. اولین دوا که با آن طعم نماز را احساس می کنیم، شیرینی و لذت نماز را احساس می کنیم و نماز برای ما راحت می شود، این است که دیدگاهت باید نسبت به نماز تغییر کند. شما به این عنوان نماز می خوانیم که یک فریضه الهی است و باید من ایره ادا بکنم که تا در آتش نسوزم، بلکه شما باید نماز را برای این بخوانین که چون نماز را دوست دارین، با نماز محبت میورزین، میخواهین با نماز احساس راحتی کنین، میخواهین به لذت نماز برسین، میخواهین طعم نماز را احساس بکنین. نماز را به خاطر این میخوانین و به خاطر این آمده این که خدا را که در مقابلش ایستاد شده این او را از حاجتهایتان بخبر بکنین. من یک مثال را عرض میکنم تا بیشتر این مطلب واضح بشود. همه ما نان میخوریم، آیا نان را ما به خاطر این میخوریم که ما زنده بمانیم؟ نه خیر، اکثریت ما نان را به خاطر این نمیخوریم که ما زنده بمانیم، چون اگر خوردن نان به خاطر این باشد که ما زنده بمانیم، پس یک نوع غذا کفایت میکند که دائم آن را بخورید، به هر حال شکم از پر شود، شما زنده میمانید. چرا در سرخانتان انواع و اقسام غذاها وجود دارد؟ پس معلوم شد علاوه از این که زنده میمانید با خوردن غذا، شما غذا را میخورین به خاطر اینکه لذت ببرین از غذا، طعم و شیرینی غذا را احساس بکنین. بعد از این مقدمه ما میدانیم که نیکان و صالحین چرا آنها احساس لذت میکردن، آنها احساس راحتی میکردن، آنها احساس سکون میکردن در نماز و ما چرا نمیکنیم؟ چون آنها نماز را میخواندن، چون نماز را دوست داشتن، نسبت به نماز علاقه داشتن، نسبت به نماز شوق داشتن. ما نماز را به این خاطر میخوانیم که مقصد ابرای ذمه شود، هرچی زودتر خلاص شود، خلاص ما برویم به خانه های من. پس همچنان نماز را تنها به خاطر این نخوان که یک فریضه است از گردنت ساقط شود، بلکه نماز را به این خاطر بخوان که از نماز لذت ببری. و آن وقت است که کیفیت نماز احساس. مؤمن در نماز مانند ماهی است که در دریا باشد، اما انسانی که در نمازش خشوع نیست مانند پرنده است که در قفس گرفتار آمده است و کوشش میکند که خود خلاص بکند. و اما دومین دوایی که با آن طعم و شیرینی نماز را احساس میکنی و به خشوع میرسید، این است که شما وقت نماز میخوانید تمام کلمات را متوجه رب العالمین کنید. هر چی که شما میخوانید تمام کلمات را متوجه رب العالمین کنید، چون ما در حدیث داریم که پیامبر میفرمایند ان احدکم اذا قام فی صلاته فانه یناجی ربه. یک نفر وقتی که از شما نماز میخواند، او در واقع با پروردگارش راز و نیاز میکند. لذا وقتی که شما از زبانت کدام کلمه این بیرون میشود و میبراید، احساس کن این کلمه را الله میشنود، الله الان به قرائت من گوش میکند، الان الله به سبحان ربی الاعلا و سبحان ربی العظیم ما گوش فرا میدهد. بعد تشهد است، بعد التحیات است، پیامبر سلام میتی در التحیات، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. تو پیامبرت را سلام میتی در انجا و فرشته ها این سلام را به مدینه منوره منتقل میکند و در داخل قبر به محمد رسول الله میرساند این سلام شما را. و اما دوای سوم که ما را در نماز به خشوع میرساند، به سکون میرساند، و آن این است که شما نسبت به الله در نماز یک نوع احساس محبت داشته باشید. هنگامی که استاد میشوید، شما وقتی که با یک دکاندار معامله میکنید، من یک مثال را عرض میکنم، با مثال بیشتر آنچه را که من میخواهم عرض بکنم واضح میشود. شما با یک دکاندار معامله میکنید، دائم همیشه شما میروید با دکاندار، با فروشنده معامله میکنید، اما نسبت به فروشنده و او دکاندار هیچ احساسی ندارید، علاقه هم ندارید، کدام محبتی هم ندارید، یک داد و ستد است به ظاهر، یک داد و ستد را انجام میدهید، پیسه را میدهید و جنس خود را میگیرید. این را میگوین معامله با یک شخص، با یک دکاندار هیچ احساسی وجود ندارد. با الله چونین معامله نکن که نسبت به او هیچ احساسی در وجودت نباشه، مثل یک دکاندار واری فقط بگیر و بده،
خلاص الله با ما چنین معامله را نمی کند. تو آمده این نماز بخوانید و در واقع می خواهید با الله معامله کنید. اینجا باید عشق باشد، اینجا باید علاقه باشد، اینجا باید محبت باشد در مقابل ذاتی که در مقابلش ایستاده شده این. اگر چنین احساسی در شما باشد، شما به شیرینی نماز می رسید.